ساعت 1 شب بود، میخواستم بخوابم که یهو با خودم گفتم بذار یه پست بذارم ازتون سوال بپرسم که حالا تا صبح شو اینا ببینیدش جواب بدید. ولی وقتی گذاشتم دیدم پشمام همه بیداره، چه استقبالی شد. حالا اون سوال چی بود؟ پرسیدم ازتون که اولین انیمه ای که دیدین چی بوده و چی شد که شروع کردید به انیمه دیدن. بذارید قبل از اینکه داستان شما رو بخونیم، من داستان اینکه خودم چطوری شروع کردم به انیمه دیدن رو براتون بگم. فکر کنم تقریبا 3-4 سال پیش بود، دقیق یادم نمیاد، ولی یادم اون زمان خیلی فیلم و سریال میدیدم. از نظرم انیمه مال بچه‌ها بود و یه چیز کرینج بی خود از انیمه تو ذهنم بود. اون زمان به اصرار یکی از دوستام داشتم بریکینگ بد میدیدم، دیگه رسیده بودم به آخرش. اگه با بریکینگ بد آشنایی داشته باشین میدونین که به پایان فوق العاده‌اش معروفه. واسه همین وسط فصل 4 که بودم هی میرفتم تو سایت IMDb تا از بین اپیزودهای برتر تمام سریالهای تاریخ بریکینگ بد رو پیدا کنم بفهمم کدوم قسمتش قرار خفن باشه. ولی یه مشکلی بود، هر بار این IMDb لعنتی رو باز میکردم هی این انیمه چرت و پرت اتک آن تایتان بود، چی بود؟ انقدر اومده بود که دیگه فشاریم کرده بود. یعنی چی انقدر نمرش بالاست؟ قضیه چیه؟ با حالت اینکه این مسخره بازیات چیه جمعش کنین بابا، قسمت یکی اتک رو دانلود کردم و با حالت یا قرآن مجید این چقدر خفن بود قسمت رو تموم کردم. قسمت 2 رو پلی کردم و پلک زدم دیدم ای چرا فصل 3 تموم شد؟ چرا امروز چهارشنبه است؟ 3 روز گذشت. حالا دیگه قصه گویی من تموم شد، بریم داستانای شما رو بشنویم. اولین انیمه ای که دیدم آواتار بود. یادم 8 سالم بود، داداشم هر روز میرفت سیدیش رو با زیرنویس فارسی میخرید، منم میشستم نگاه میکردم. حالا بگذریم از اینکه آواتار انیمه نیست، ولی واقعا خاطره قشنگیه هر روز بری سیدی بخری و بشینی با داداشت ببینی. دث نوت، چون یه جا خوندم انیمه مورد علاقه ایلان ماسکه. Is Elon Musk. چه ربطی داره؟ یا که دینج داری تو این استام چرخ میبینه ایلان ماسک؟ ای انیمه مورد علاقهش دث نوت؟ ای ای که این طور آقا ایلان، بذار برم ببینم چیه شما دید. اولین انیمه ناروتو بود، ولی وان پیس رو بیشتر دوست داشتم و زودتر تموم کردم. آخ مگه میشه؟ چطوری میشه وان پیس رو زودتر از ناروتو تموم کنی؟ دمت گرم واقعا. دو تا از کامنت ها هستن که گفتین باباتون براتون اولین انیمه رو گذاشت. من آخرین چیزی که بابام برام گذاشت یادم بچه بودم خیلی غور میزدم برام یه انیمیشن گذاشت، حالا فکر میکنید چی بود؟ بامبی لعنتی. من با اون انیمیشن عشق ریختم، از درون شکستم، امیدم و به انسانها از دست دادم. چی بود اون لعنتی؟ اتک یادم رفت بنویسم چرا دیدم، الانم یادم نیست. من چیکار کنم؟ داشت برای ویدیو نیاز بود بنویسی، حالا یادت نیست دیگه چیکار کنی. شهر ارواح، دختر خاله ها مجبورم که مجبورت کردن. یعنی چی؟ من تن چیزی که به ذهنم میاد اینه. هنوز دست نداری شهر ارواح رو ببینی؟ اولین انیمه رو یادم نمیاد، ولی با سگ‌های ولگرد بانگو شروع کردم و دوستم معرفی کرده بود. اینو که گفتی الان یادم افتاد، منم یه رفیقی دارم که با این انیمه شروع کرده، بریم نظرش رو بپرسیم. داشت میگفتی سگ‌های ولگرد بانگو رو دیدی، نظرت راجبش چی بود؟ من هنوز ندیدم، نظرتو میخوام بدونم. من 90% داستان اینو یادم رفته، یه 3 سال پیش دیدم، خوب نبود. داشت من از انیمه راضی نیستم. یعنی وای به حال دگر گیرم بیافتی حمید معصوم نجا. اولین انیمه ای که دیدم ایریزد بود، یعنی یکی از خاص‌ترین شروع‌ها رو داشتی تا حالا ندیده بودم همچین چیزی. رکاب زنان کوهستانم من کامل ندیدم، ولی یه سری سکانس‌هاش رو تو تلویزیون دیدم. این کاراکتره، این لعنتی به تنهایی میتونه دلیل شب‌ادراری خیلی از کودکان جامعه باشه. اولین انیمه ای که دیدم مبصر کلاس ما پیش خدمته بود. چرا انقدر آشناس؟ من شنیدم این اسمو ولی ندیدم انیمه رو تا حالا. یه انیمه عادی میخواد. این دیگه چی؟ تو با خنده بزن لحنه قشنگ تو میخواد. اه 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 همینجا ویدیو تموم میشه، خدافظ.